عرض سلام و درود گرم به شما بینندگان محترم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم و طبق معمول همیشه آرزو میکنم که شما عزیزان اگه ورزش میکنید ورزشاتون رو یکم بروز کنید و یکم بررسی کنید که ببینید چقدر در هفته ورزش میکنید، آیا بیش از حد به بدنتون فشار میارید یا نه اصلا ورزش نمیکنید که جای تأسف داره. لااقل اگه ورزش نمی کنید یکم به اکتیویتی ها و فعالیت های روزانه تون اضافه بکنید. به عنوان مثال یه ساختمونی وارد میشید، اگه دیدین که آسانسور داره خیلی زود خوشحال نشید، همون دو طبقه را که با پله برید کلی فعالیت کردین و ارزش داره برای بدنتون و در نهایت همچین کارهای کوچکی میتونه تأثیرات خیلی بسزایی برای شما داشته باشه. یه چیز خیلی جالبی که انجمن فیزیوتراپی انگلیس داره، در واقع هر از گاهی یه سری کمپین های خیلی جالبی را میندازه. به عنوان مثال جدیدن کمپینی داره که به اسم Love Activity Hate Exercise که با یه سری کلیپ های خیلی کوچک و نکات خیلی مهمی که به عنوان مثال اگه یه نفر ورزش نکرده و ورزش دوست نداره میتونه با یه سری فعالیت های کوچک شروع بکنه و از خرید کردن و پیاده روی و پله رفتن و به جای آسانسور و همین مسائل خیلی کوچک میتونه تأثیرات خیلی زیادی داشته باشه و جبران اون کمبود ورزش در زندگی شما رو داشته باشه. در البته اینم اشاره بکنم که در این برنامه به یه سری نکات مختلف از مطالب و نکاتی در مورد مسائل سلامت من جمله اخلاق حرفه‌ای و نکات مختلفی میپردازم و امیدوارم که مثل همیشه براتون جالب و قابل توجه باشه و بتونیم با هم دیگه کمک شایانی بکنیم به ارتقای سلامت در جامعه‌مون. در رابطه با همین کمپین انجمن فیزیوتراپی یوکی یک کلیپ کوتاهی هم هست براتون میذارم. خانم ارزم بزرگتون که مکنزی که چهل در واقع رئیس انجمن فیزیوتراپی اینجا هست، در یک کنفرانسی چند هفته پیش در منچستر برقرار شد، یه نکات خیلی خوبی رو اشاره کرد. همونجوری که قبلا اشاره کردم انجمن فیزیوتراپی یوکی که حدود 60,000 فیزیوتراپیست رجیستر شده در واقع ثبت شده داره، عضو داره، یکی از بزرگترین فعالیت های انجمن های فیزیوتراپی دنیا را داره و نکته خیلی جالبش اینه که بنده هر از گاهی در تماسم از نزدیک اطلاع دارم کامل، اینا تأثیرات خیلی زیادی رو پالیسی ها و لوایح و قانون گذاری های در ارتباط با سلامت دارند، از خود رئیس انجمن فیزیوتراپی تا چرمنش تا اعضای مختلفش مرتب لابی میکنن در پارلمان و دولت و غیره و اون نکات و مسائلی رو که مفیده میارن به اجرا میرسونن با کمک در واقع نمایندگان مردم و اعضای دولت. از اون طرف نظام پزشکی اینجا خیلی قدرت بالایی داره و میتونه خیلی تاثیرگذاری خوبی رو مسائل و موضوعات مربوط به سلامت اینجا داشته باشه، تا جایی که اکثر پیشنهادات و قوانینی را که اینا مطرح میکنن با نفوذ خوبی که دارن در اسرع وقت به اجرا میرسونن و دولت و پارلمان هم خیلی به نصایح و ادوایس های اینا گوش میده، چرا که اینا اکسپرت و متخصص این کارن و همجوری که در برنامه های مختلف بنده به طور مکرر گفتم فیزیوتراپی روز دنیا دیگه فقط روی درمان بیماری ها تمرکز نداره، بلکه رو پیشگیری و از همه مهمتر رو نحوه زندگی سالم یا همون هلسی لایف استایل تمرکزش رو قرار داده و در کشورهای پیشرفته این به وضوح دیده میشه و به همین لحاظ هم هست که مسئولین نظام پزشکی اینجا و همچنین مسئولین انجمن فیزیوتراپی بریتانیا تأثیرات بسزایی در این نوع موضوعات داره. در همین رابطه خانم مکنزی میگه که بایستی دولت حتما روی فیزیوتراپی
سرمایه گذاری بکنه و در طی سالیان آینده انگلیس به 500 فیزیوتراپیست در سال نیاز داره که اضافه بشه بر تعداد فیزیوتراپیست هایی که در حال حاضر مشغول کارند. و همچنین میگه که برای اینکه ما بتونیم جوابگوی نیازمندی های جامعه در رابطه با فیزیوتراپیست ها باشیم، بایستی این تعداد روز به روز بیشتر و بیشتر بشه و انجمن و اعضای انجمن فیزیوتراپی به تنهایی از پس این کار بر نمیان، به همین لحاظ از دولت هم خواسته که در این زمینه دخالت بکنه و سرمایه گذاری بکنه. ایشون همچنین میگه که بایستی بودجه نظام سلامت بالا بره و همچنین در طی سالهای گذشته مقدار بودجه نظام سلامت اینجا کم شده که خیلی شدیداً مخالفت کرده و تقاضا میکنه که یه سری بندها و تبصره هایی رو که در رابطه با مراکز سلامت و من جمله ورزشگاه ها و غیره در طی این چند سال تصویب شده را برگردونن و اینا را دوباره مورد بررسی قرار بدن که ضرری به پیشرفت و ارتقاء سلامت در جامعه اینجا نزنه. ایشون همچنین اشاره میکنه به همین کمپین Love Activity Hate Exercise که میگه این با همکاری صدها نفر از فیزیوتراپیستان اینجا مخصوصا برای سالمندان اجرا میشه و تأثیرات خیلی خوبی داشته. با هم بریم یک کلیپ یک دقیقه در این مورد رو ببینیم، برگردیم در خدمتتون هستم. Inactivity is a problem and we see it every day with our patients. Some just don't want to talk about it. Some ask for your help to do more, and some simply wouldn't think to ask for your help. Wherever their head is at, they have one thing in common: you. But where on earth do you start? I mean, let's not kid ourselves. The task is enormous. The beautiful thing is, if every physio did a little something, we could make a real change. All over the country, physios are thinking of creative ways to motivate their patients. They're tweeting, retweeting, Facebooking and Instagram snapping, putting up campaign posters, hosting well-being days and arranging physical activity events, building up a bank of community activities they can signpost patients to, giving talks to local groups about getting started with exercise, getting their message out on local radio, and inspiring their patients to get active during consultations. The possibilities are only limited by your imagination. We know it can be hard to find the time, but each one of us can make a real difference. So please, join us and let's get creative. Let's add one to one, to one to one, to one, and see how big our impact is as a collective. If you need some inspiration or support, visit www.csp.org.uk/activity. امیدوارم که همه شما عزیزان موضوع سلامت را در اولویت روزانه خودتون قرار بدین و مخصوصا در طی ماه و سال مرتب به گذشته خودتون نگاه بکنید که ببینید در طی 6 ماه گذشته، در طی 1 سال گذشته چه مقدار فعالیت فیزیکی و چه مقدار فعالیت ورزشی داشتین و این خود براتون میتونه یک نوع اندازه‌گیری بشه که بتونید برنامه ریزی بکنید برای ماه و سالهای آینده. و برای اینم نبایستی سخت بگیرید، از همون 4 متر پیاده روی شروع بکنید و روز به روز اینا را بیشتر بکنید. به عنوان مثال میخوام بریم بچه‌تون از مدرسه بیارید، 10 دقیقه پیاده روی کنید به جای اینکه با ماشین بریم بیارین. از اون ور برای بچه‌تون هم خوبه که 10 دقیقه پیاده روی بکنه. یا اگه میخوام برین خرید، خریدتون سنگین نیست، حتما پیاده برین خرید کنید. در واقع ورزش‌ها و فعالیت‌هایی را که ما در زمان جوانی و میانسالی داریم در سنین پیری به داد ما میرسه و این ثابت شده و یه مقاله هم در این مورد خدمتتون ارائه دادم. خب در ادامه همین بحث ها طی چند هفته گذشته شاهد بودم که در روزنامه ها و سوشال میدیا و غیره
یه سری مطالب جالبی در رابطه با یک همایش اخلاق حرفه‌ای که نظام پزشکی ایران برگزار کرده بود به چشم خورد و مطالبش رو خوندم و امیدوارم که اینجور همایش‌ها همونجوری که دبیر همایش اعلام کرده بود خیلی بیشتر از اینا گذاشته بشه و مسائل اخلاق حرفه‌ای در کشور ما بیشتر از این اجرا بشه. متاسفانه روز به روز شاهد این هستیم که نه تنها پزشکان و متخصصین پزشکی ما خطاهاشون بیشتر میشه، بلکه مردم ما هم نسبت به پزشکان و جامعه پزشکی خیلی بی‌احترامی میکنند و در واقع این دو طرف است. از یک طرف شاهد هستیم که در یک شهرستان کوچکی در جنوب اعضای یک خانواده میرزن رو سر یک همکار پزشک و مورد ضرب و شتم قرار میدن که واقعا جای تأسف داره. ببینید بینندگان عزیز، متخصصین و کادر پزشکی از راننده آمبولانس بگیر تا پرستار و تا متخصص قلب و تا رشته‌های توانبخشی، فیزیوتراپی، کاردرمانی، شنوایی سنجی، هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنید چون صبح تا شب با مریض سر و کار دارن، در حد خانواده بیمار به بیمار توجه میکنن، در حد مسئولیت و تواناییشون، و اگه جای قصوری خطایی انجام میشه یا صورت میگیره ما نبایستی سریع با خود اون کادر پزشکی درگیر بشیم. اگه واقعا اشتباه بوده و خطا به عمد صورت گرفته خب بایستی اینو مورد شکایت قرار داد و مسیر رو ادامه داد تا اون متخصص پزشکی به تنبیهات لازم و مجازات لازم برسه. ولی اگه سهوًا و غیر عمدی بوده، به هر حال تو پزشکی میدونیم که ده ها متد در روز با ده ها بیمار انجام میشه و به خاطر مسائلی که اون همکار متخصص در طی روز داشته، با درگیری هایی که با بیماران مختلف داره، با همکارانش، از یک طرف بیمه پولش رو نداده، از یک طرف با رئیسش مشکل داره، به هر حال میخوام بگم که اینها هم مثل تمام مردم دیگه صبح تا شب با صدها مشکل روبرو هستن و اگه احیانا خطایی سر زد شما نبایستی با خود اون متخصص مستقیما درگیر بشید. بنده بارها خودم از حقوق بیماران اینجا دفاع کردم، ولی جاییم که لازم باشه بایستی از حقوق پزشکان و همکاران پزشکی دفاع بکنه آدم. و خلاصه کلام اینه که شما بایستی با اصول با این موضوعات برخورد بکنین. میدونم مشکل پیش میاد، اتفاق میفته، ولی اینی که هر کسی بخواد مستقیم خودش حقشو بگیره این جایز نیست و باعث مشکلات بیشتری میشه. خوشبختانه در طی این 3-4 سال اخیر خیلی از دانشگاه‌های ما، خیلی از نظام پزشکی‌های ما، انجمن‌های ما به این مسئله و موضوع اخلاق حرفه‌ای اهمیت خاصی دارن میدن و بالاخره صداها پیچیده و همه متوجه شدن که همونجوری که من از 4-5 سال پیش گفتم، مشکل اصلی نظام سلامت ما عدم وجود یک سری قوانین و کدهای خاص در رابطه با برخورد و نحوه درمان ها و اپروچ های کادر نظام سلامت در برخورد با بیماران است. و برای اینکه این مشکل حل بشه در کشورهای پیشرفته از ده ها سال قبل اومدن برای هر رشته ای به طور خاص و برای کل نظام سلامت هم باز به طور کل یک سری اصول و قواعدی را دونه بدونه بررسی کردن و به روی کاغذ آوردن و نوشتن و کامل ارائه دادن که من فیزیوتراپیست، من ارتوپد، من نورولوژیست بر مبنای اونها با مریضان برخورد میکنم و بر مبنای اون اصول کارم انجام میدم. در کشور ما هم این موضوع اخلاق حرفه‌ای هستش، ولی متاسفانه مثل همه کارهای دیگه ما ایرانیا یه جورایی در واقع میگیم خوبه دیگه، حالا اینقدر سخت نگیریم، به اون جزئیات توجه خاص نشده، قوانین هنوز خیلی کمبود دارن، خیلی جاها باعث اینا بروز بشن، خیلی جاها اصلا موضوع مورد بحث قرار نگرفته و در نهایت در مقایسه با کشورهای پیشرفته اون اصول و قواعدی را که
من متخصص پزشکی را به اون مسیر هدایت بکنه و بر مبنای اونها بتونم از صدها مشکل و خطا پیشگیری بکنم وجود نداره و یا کمبود و نقص داره. و همونجوری که دکتر ایرج فاضل که رئیس نظام پزشکی کشورمان هست در این همایش اخلاق حرفه‌ای گفتن، بایستی به مسائل فضای آموزشی کشور، آموزش رشته‌های مرتبط با حوزه سلامت، آموزش دوره حرفه‌ای و بلند مدت و کوتاه مدت، مشارکت در تدوین برنامه‌های آموزشی گروه پزشکی، اعتبار بخشی آموزشی و تهیه راهنماهای بالینی به عنوان یک نهاد ناظر همت گمارد. ببینید، همونجوری که اشاره کردم، نظام سلامت ما و نظام پزشکی ما این اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای را داره، ولی ده‌ها نقص و کمبود داره و امیدوارم که دکتر فاضل با همتی که میتونن به خرج بدن این بار مسئولیت سنگین را به عهده بگیرن و در طی چند ماه به طور خیلی راحت میشه این اصول را بروز کرد و به عنوان یک گایدلاین و یک کتابچه در اختیار تمام متخصصین حوزه نظام سلامت قرار بدن. و از همه مهمتر، همینجوری که ایشون اشاره کردن، در حوزه آموزشی ضعف اصلی اصول اخلاق حرفه‌ای داریم که بایستی به اونجا اول رجوع بکنیم. و همینجوری که در برنامه‌های اخلاق حرفه‌ای گفتم، اینجا هیچ درس و مبحث خاصی در دانشگاه ها برای اخلاق حرفه‌ای به اون صورت نداریم، ولی هر لحظه هر استادی هر مبحثی را که داره آموزش میده در حاشیه اون، در کنار اون، به مسائل اخلاق حرفه‌ای اشاره میکنه که در طی اون 4-5 سالی که من تربیت میشم با عنوان فیزیوتراپیست فارغ تحصیل بشم، تمام اینا را به طور عملی و بارها به آموزش داده شده و همون جوری که یاد میگیرم چجوری ارزیابی بیمار رو انجام بدم، این کدها و اصول اخلاق حرفه‌ای هم در مغز من ثبت میشه و آموزش داده میشه و به طور تئوری و عملی بارها مورد بحث قرار میگیره در کلاس ها. و به همین لحاظ امیدوارم که رئیس دانشگاه های ما و مسئولین هیئت علمی و غیره به این موضوع اهمیت خاصی بدن و دانشجویی که اصول اخلاق حرفه‌ای را یاد نگرفته نذارم فارغ تحصیل بشه، چون همین که یک شخص فارغ تحصیل شد و میره شروع به کار میکنه. و به همین لحاظ خیلی حائز اهمیت هست که دانشگاه های ما در این امر قدم پای پیش بذارن و این موضوع به این مهمی را به دانشجویان به طور خوبی یاد بدن. در همین رابطه آقای دکتر زالی که الان مشاور عالی رئیس کل نظام پزشکی هستند و رئیس نظام پزشکی قبلی ما بودن، میگن که جامعه پزشکی به هیچ عنوان نباید نسبت به تعهدات اخلاقی پیرامون خود بی تفاوت باشد. عمل به تعهدات اخلاقی در بین پزشکان باید به گونه ای باشد که حتی اگر جامعه از نظر اخلاقی رو به اضمحلال و افول رود، جامعه پزشکی باید از نظر اخلاقی تمام مسائل را رعایت بکند. در ادامه هم میگن که در هر صورت جامعه پزشکی باید اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند تا مردم کمتر دچار مشکل شوند. اخلاق و دانش بالای پزشکی شرط‌های اصلی مهم و در مسئله اخلاق حرفه‌ای محسوب می‌شوند. خب امیدوارم که، البته کاش، آقای دکتر زالی در طی دو دوره‌ای که فکر می‌کنم دو دوره رئیس نظام پزشکی بودن، این اصول و گایدلاین را می‌آورد به مرحله اجرا می‌رسوند و هنوزم دیر نشده. امیدوارم که با همکاری ایشان و دکتر فاضل و غیره این اصول یک بار برای همیشه برای تمام رشته‌های نظام پزشکی پایه‌ریزی بشه و در طی چند همایش و کنفرانس و غیره میشه به تمام فارغ تحصیلان و متخصصینی که در حال کار هستن در تمام رشته‌ها با طریق انجمن‌ها و دانشگاه‌ها در عرض 6 ماه میشه تمام اینا رو به همه متخصصین پزشکی آموزش داد. و نکته مهمش اینجاست که بر مبنای اون اصول با متخلفین برخورد اصولی بشه، نه اینکه یک خانمی رفت شکایت کرد 6 ماه طول بکشه، بعدش هم این نامه اونجاها گم بشه و بعدش هم یک نفر بیاد یه امضایی بکنه باز بفرست برای یکی دیگه یه امضایی بزنن. دیدین که خودتون بعضی جا 20 امضا میخوره پایین این نامه ها، آخرم یارو وامشو نگرفته. اینم اینجوری نباشه. در
همین راستا و به خاطر همین کمبودها و نقصان این اصول اخلاق حرفه‌ای در نظام پزشکی ما و انجمنهای مربوطه، اخیراً وزیر بهداشت ما آقای دکتر هاشمی اومدن یه نظریه دادن که این متخصصین پزشکی در دادگاه‌های عمومی مورد بررسی قرار بگیرن و محاکمه بشوند. البته این در کشورهای پیشرفته به نحویه که اگه خب یک مسئله واقعا خیلی بدی رخ داده باشه و سانحه خیلی بدی رخ داده باشه، علاوه بر این که در دادگاه ها نظام پزشکی و اون شورایی که مربوط و مسئولیت این کارو داره این تخلفات بررسی میشه، به دادگاه عمومی هم ارجاع میشه به عنوان مثلا وقتی یک قتل اتفاق افتاده یا یک نفر جانش از دست داده. ولی در اکثر موارد اینا جدای از هم هستن و این نظام پزشکی هست که به این امور میپردازه. در ایران هم متخصصینی که در نظام پزشکی ما حضور دارن اگه کارشون رو خوب انجام بدن و این اصول رو به خوبی رعایت بکنن و تعارفات رو بذارن کنار رو با قاطعیت به این 4% 5% افرادی که به طور واضح تخلف میکنن برخورد بکنن، و یا اگه 4 تا همکار در طی سال تایتل و درجه پزشکی یا هر رشته‌ای که هستن خل بشه و در مطبشون پلم بشه، دیگه درس عبرتی میشه برای تمام همکارای دیگه و از اون ور احتیاج نیست که اینا رو به دادگاه عمومی هم ببریم. پس امیدوارم که اگه میخوان در این زمینه موفقیتی داشته باشیم و مشکلات مردم و بیماران را کمتر بکنیم، نظام پزشکی ما اول از همه این گایدلاین را به روز بکنه، به اجرا بگذارن. برای اجرا هم کافیه در هر شهر 4 تا بازرس باشه و به شکایات و انتقادات هم به طور جدی و بدون هیچ چشم پوشی برخورد بکنن، و بعد اینکه در طی سال 4 نفر محکوم شدن، بقیه درس عبرتی میگیرن و کارشون رو به خوبی انجام خواهند داد. یه نکته دیگه که در همین رابطه دوست دارم اشاره بکنم اینه که وقتی حرف از اخلاق حرفه‌ای میشه، خیلی‌ها سریع چون لغت اخلاق در این اصطلاح هستش سریع به اخلاق طرف نگاه میکنن. درسته کسی که اخلاق خوبی داشته باشه معمولا کار حرفه‌ای رو هم به خوبی انجام میده، ولی اخلاق حرفه‌ای 80% برمیگرده به علم و بروز شدن اون علم متخصص. فقط اخلاق خوب کافی نیست برای اخلاق حرفه‌ای. 80% کدها و اصول اخلاق حرفه‌ای برمیگرده به اینکه آیا این متخصص کارشو از ارزیابی تا درمان تا ویزیت‌های بعدی رو اصول علمی انجام داده یا نه، و اینجاست که اخلاق حرفه‌ای اهمیتش رو پیدا میکنه. چرا؟ چون که به یکی از بهترین روش‌های بروز کردن علم متخصصین رشته‌های پزشکی پیروی از این اخلاق حرفه‌ایه. ببینید در تمام کشورهای پیشرفته این متخصصی که میره در رو باز میکنه میره بیرون و بیمارش صدا میزنه. اینا صدها تأثیر رو روحیه بیمار میذاره. به هر حال موضوعات خیلی زیاده، شاید در برنامه های آتی بازم به این موضوع برگردیم. امیدوارم که به قولی که از همکاران اگه این دوستان و عزیزانی که ازشون نام بردن میخوان بحث و انتقاد و پیشنهادی داشته باشن در خدمتشون هستم، و یا بیماران عزیزی که نکات خاصی دارن در رابطه با ارزیابی، در رابطه با تشخیص بیماری، در رابطه با برخورد متخصصین پزشکی، میتونید از طریق تلگرام وایس های پیام های 2 دقیقه 1 دقیقه برای بنده بفرستید که با صدای خودتون در همینجا پخش بشه، و همینجا از همکاران سایر رشته‌های پزشکی هم تقاضا میکنم اگه کسانی که مایل هستید در این برنامه زنگ سلامت و برای کمک به آگاهی بیشتر در میان مردم با موضوعات سلامت شرکت بکنید، با بنده در تماس باشین از طریق سوشال میدیا، و یا هر نظر و انتقاد دیگه دارید از طریق مختلف با بنده در تماس باشید که در اینجا مورد بررسی قرار بگیره. در اینجا شما را به خدا میسپارم تا برنامه بعد و هفته بعد. روز روزگار خوش. خدا نگهدار.